بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به روی ماه همه شما خانم ها آقایان، عزیزان دلم، سروران ارجمند. امیدوارم هر کجا که هستین حالتون خوب باشه، برقرار باشین، موندگار، مانا و بهترین های خدا هر آنچه که هست برای شما اتفاق بیفته انشاءالله. خیلی خوشحال و خرسندیم که در این عصر زیبای سوم خرداد در کنار شما هستیم و یک گفتگویی تقدیم حضور شما میشه و باعث افتخار بنده است با دو عزیز بزرگوار همکلام میشم، صحبت میکنم. عزیزانی که از فکر میکنم صبح در آراد عزیزمون تشریف داشتن و دیدن و تماشا کردن اهم فعالیت های عزیزان در این مجموعه بزرگ رو، افتخار داریم در کنار سفیر محترم سابق ایران در استرالیا، قطر و برزیل هستیم، جناب مهندس موحدی عزیز و عزیز دلم جناب آقای صالح فرد و بزرگوار، رایزن اقتصادی ایران در چین، استرالیا، کره جنوبی و عراق. خیلی خوش آمدین عزیزان دل، خیلی ارادتمندم. سلامت باشیم مهندس، سلام علیک داشته باشیم با مخاطبان خودتون. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه عزیزان، شنوندگان و همه کسانی که در اقصی نقاط عالم در حال خدمتشون عرض سلام باید داشته باشم و تبریک عرض میکنم. این ایام رو دهه کرامت هست و ما هم در سفر به این شهر مذهبی در قم خدمت عزیزان رسیدیم در آراد برندی. بزرگوار شما خیلی خوش آمدید، سلامت بشیم جای سال فرد عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خودم از این فرصت استفاده میکنم که در جمع دوستان آراد هستم و با سلام به بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز که شاهد این برنامه هستن، انشالله این دهه رو به همه تبریک عرض میکنیم و امیدواریم که یک گفته شنود بسیار خوبی داشته باشیم انشالله. خیلی متشکرم از لطف و حضور شما. بالاخره شما بزرگواران در زمان فعالیت خودتون رسالت رو به دوش داشتین از طرف 80-85 میلیون ایرانی نماینده شدین و در کشورهای مختلف حضور داشتین، رسالت ایران رو، فرهنگ ایران رو، آداب و رسوم و حتی بحثای تجاری اقتصادیش رو عرضه کردین به کشورهایی که نام بردم و ذکر شد و دوست دارم که بیشتر در مورد این اتفاقها و این در واقع موضوعات صحبت بکنیم. ابتدا اگر اجازه است جناب آقای صالح فرد عزیز با مهندس شروع بکنیم و جناب مهندس موحدی هم به ما بگن که شما در کشورهای نظیر استرالیا، قطر و برزیل در خصوص آداب و رسوم، فعالیت‌های مهم اقتصادی و خیلی از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی برای اون کشورها و برای مردم این کشورهایی که عرض کردم خدمتتون تبلیغ داشتین، رسالتتون بوده، وظیفه‌ای که به عهده شما بوده و در دوش شما، برام بگین از اتفاقا، از بهترین ها و دستاوردهای در واقع این سمت ها. من به هر حال در جاهای مختلفی که بودم، یعنی در حال 4 سال در برزیل بودم، سالهای 1365 تا 1369، یعنی دوران جنگ رو در اونجا بودیم و بعد از جنگ، و واقعیت این بود که در برزیل خب زبان پرتغالی بود، فاصله دور و شرایطی که در اون زمان کشورها از همدیگه کمتر شناخت داشتن، یعنی برزیل به عنوان بدهکارترین کشور دنیا شناخته میشد در اون زمان، با توجه به اینکه بیشترین بدهی خارجی رو داشت. در داخل ایران یه تبلیغی شده بود که اینها بسیار وضعیتشون بد هست و به عنوان اینکه مثلا بدهکارترین کشور دنیا هستن، همیشه به عنوان یک کشور کاملا فقیر نگاه می شد، در حالی که
واقعیت این نبود، یعنی اینها به هر حال با توجه به شرایطی که در اون زمان داشتن و امکاناتی که داشتن به هر حال بدهی‌های خارجی داشتند از صندوق جهانی و بانک‌های مختلف جهانی، اینها به هر حال وام گرفته بودند، به هر حال کشور خودشون رو ساخته بودند. برزیل یک کشوری بود که از لحاظ صنعتی رده هفتم هشتم جهان بود و از نظر نظامی جزو کشورهای بسیار پیشرفته بود، از نظر کشاورزی بسیار پیشرفته بود، از نظر دامپروری، از نظر صنایع مختلف، یعنی تقریبا اکثر صنایع بزرگ در اونجا تولیداتشون انجام میشد و مارک میخورد، مارک کشورهای مختلفی رو که نیاز داشتن میزدن و صادر میکردن. به هر حال کشور بزرگترین ها بود، بزرگترین سدها، بزرگترین رودها، بزرگترین ها، یعنی بزرگترین مزارع، بزرگترین تولیدات کشاورزی، بزرگترین تولیدات دامپروری و غیر. به هر حال یعنی شناخت و متقابلا اونها هم از ما شناخت نداشتن، یعنی ما رو واقعا با کشور، یعنی همیشه با عراق اشتباه میگرفتن، اصلا اطلاعاتی راجع به ما نداشتن و این وظیفه سفارتخانه ما بود که باید این اطلاعات رو و این آگاهی رو منتقل میکرد و در با توجه به اینکه تبلیغات مخالف ما هم به خصوص در دوران جنگ بسیار زیاد بود، ما باید تبلیغات اونها رو خونسا می کردیم و چهره مثبت و فرهنگی اقتصادی توانهای خودمون رو به نمایش می گذاشتیم. در قطر خب کشور بسیار بزرگی بود برزیل که خب این کارهای خیلی خوبی انجام شد و بالاخره شاید بالاترین روابط اقتصادی رو ما در اون زمان موقعی که من برمیگشتم و داشتیم. سال 85 تا از 1375 تا 1379 هم من قطر بودم. در قطر خب طبیعتاً قطر میدونی یک کشور خیلی کوچیک هست، اما از نظر توان اقتصادی بالا هست. در اون زمان البته وضعیت فعلی رو نداشت، اما ارتباطات در زمانی که من بودم به بالاترین سطح روابط خودش رسید و الحمدلله سفرهای در سطح رئیس جمهور و امیر قطر به تهران انجام شد و سفر رئیس جمهور، اولین سفر در سطح رئیس کشور از جانب ایرانی انجام شد و به هر حال یه ارتباطات خیلی گسترده‌ای شکل گرفت. تا سال 1379 که من اونجا بودم، بعد از اون هم در سال 1386 تا 89 هم من در استرالیا بودم. در اونجا هم خب استرالیا هم جزو کشورهای خیلی بزرگ و از نظر وسعت و از نظر امکانات معدنی، دامپروری و غیره، به هر حال یک آموزشی، یعنی درآمد آموزشیشون شاید اون زمان درآمد دانشگاهیشون به اندازه درآمد نفت ما به هر حال بود از نظر تأمین ارزی برای اینها. خب صنایع مختلفی دارن از نظر امکانات معدنی غیره، به هر حال توان خوبی دارن، دامپروری، کشاورزی و امکانات دیگری که به هر حال وجود داره. به هر حال در همه این جاها لازم بود که هر کدوم به یه نحوی ما چهره واقعی خودمون رو نشون بدیم، متوجه به اینکه بالاترین تبلیغات مخالف ما هم در سطح جهان
در زمانهای مختلف وجود داشته و ما لازم بود اینها رو خنثا کنیم. طبیعتاً گسترش ارتباطات اقتصادی مهمترین کار ما بود که باید انجام میشد، که البته طبیعتاً ما بیشتر جنبه های عمومیش رو تقویت میکردیم و عزیزانی مثل آقای صالح‌فرد و دوستان کارشناس در این زمینه بیشترین کارهای اقتصادی رو شکل میدادن. منتها ما بیشتر باید تسهیلات برای یعنی به عنوان سفارت ایجاد تسهیلات، ایجاد امکانات، تضمین و تسریع در کارها برای اینکه این سفرهای اقتصادی و اطلاعات اقتصادی خوب منتقل بشه و تجار به هم متصل بشن و امکانات بتونه به خوبی شکل بگیره و پشتیبانی های لازم انجام بشه. این کار ما به صورت کلی زنده باشین. درود بر شما، خدا قوت بهتون. بالاخره شما هویت ایران هستین برای خیلی از کشورهای دیگه‌ای که درش حضور داشتین و سفیر ایران بودین. بریم سراغ جناب آقای صالح‌فرد عزیز. در عناوینی که برای شما در نظر گرفته شده و شما سمت داشتین و فعالیت کردین و همچنان هم دارین در واقع کار میکنین، دبیر دریای خزر، درسته؟ دبیر کمیته، درسته؟ به چشم میخوره در سرچ‌هایی که داشتیم، در تحقیقاتی که داشتیم در خصوص این، برامون لطفا بگین قربان. من از ماموریت استرالیا که برگشتم، البته ورود من به وزارت خارجه به اداره چین بود، بله، آسیای دور بود که کشورهای ژاپن، تایوان، کره جنوبی و چین حضور داشتن. اصلاً تجربه بسیار خوبی درست. بود برای من از توسعه اقتصادی تو منطقه جنوب شرق آسیا و آشنایی با نوع توسعه‌ای که این کشورها داشتن. بعد یه سفر استرالیا داشتیم، اونجا هم از جهت بین‌المللی و جهت اقتصادی هم بسیار برای ما خوب بود. در دوران سفری جناب مهندس؟ نه نه، من در دوران قبل ایشون بودم. بعد که از استرالیا برگشتیم و بچه‌ها تجربه خوب بین‌المللی داشتیم، من رفتم و دبیر کمیته دریای خزر رو وزارت خارجه شدم. خب اون زمان مصادف شد با به هر صورت فروپاشی شوروی سابق و این کشورهای آسیای مرکزی اومده بودن. دو جنبه وجود داشت، یکی انتقال اون مشترکات فرهنگی که ما با آسیای به هر صورت مرکزی داشتیم، با کشورها داشتیم. در هر حال یک تلاش ما این پیوندها رو تعمیق بدیم و کشورهای با فرهنگ ایرانی، با زبان فارسی، با دین اسلام که مشترک هممون بود بحثت وصل بکنیم. مطلب دیگه اون زمینی که برای کارهای اقتصادی توی اونجا پیش اومد. در هر حال اون موقع بحث دریای خزر و فعالیت‌هایی که تو دریای خزر می‌خواست بشه انجام بشه و اون پنج کشوری که بعد از فروپاشی شوروی سابق به وجود اومده بودن و سهم‌خواهی که داشتن و این کشورها دور یعنی همسایه ما شدن در تو با دریای خزر، ما بیشتر توی اون زمان هدفمون این بود که از این همسایگی، از این پتانسیل در مورد دریای خزر به همکاری‌های اقتصادی، فعالیت‌های اقتصادی و خب خیلی تلاش کردیم این رو انجام بدیم. محیط زیست دریای خزر مهم بود، بحث‌های حقوقیش مهم بود، بحث ماهیگیری مهم بود، بحث شیلات مهم بود، بحث کشتیرانی بود و یک سازمانی به نام سازمان همکاری‌های اقتصادی دریای خزر رو هم تأسیس کردیم که کشورها بیان تو این چارچوب فعالیت‌های اقتصادیشون رو بکنن و خوشبختانه بر صورت تو کشورهای مختلف ما فعالیت‌های اقتصادی رو شروع کردیم. البته بخش خصوصی هم وارد شد. ما هم در توسعه این کشورها نقش بسیار مهمی در توسعه راه‌هاشون، در کارهای خدمات فنی مهندسی و خیلی پروژه ها رو من خودم یادمه یکی از اولین پروژه هایی که یکی از شرکت های ما به عنوان خدمات فنی مهندسی انجام داد کیسون بود، چه راهی بود که در قرقیزستان انجام دادیم و تو پروژه های دیگه هم رفتیم جلو. خوشبختانه
در هر حال در اون زمان ما زمانی بود که به آسیای مرکزی و این کشورها اهمیت داده شد. از نظر اقتصادی هم به صورت تجار ما تونستن استانهای شمالی ما، بازارچه‌های مرزی ما از این مزیت استفاده بکنن و مراودات اقتصادی با کشورهای آسیای مرکزی و دریای خزر گسترش یافت. زنده باشین، درود بر شما. با توجه به اینکه بیننده های ما از زان آرادی که الحمدلله طیف زیادی هم هستن تماشامون میکنن، تاجرن، فعالیت های تجاری دارن و دوست دارن که صادراتشون پر رونق بشه، در کلام رهبری هم داشتیم ابتدای سال روابط خارجی و در واقع به گویش خودم صادرات، دوست دارم که با توجه به شناختی که هر دو بزرگوار از کشورهای مختلف که درش حضور داشتین در سالهای مختلف راهنمایی داشته باشین، توصیه داشته باشین در خصوص اینکه عزیزان بتونن در این کشورها ورود بکنن، فعالیت‌های تجاری و صادراتی خودشون رو داشته باشن، بیشتر در واقع با شناخت شما انس بگیرن و انشالله در تجارت نوینی که آراد و عزیزان دارن فعالیت میکنن راهگشا باشه و در این مسیر در واقع راه پیدا بکنن و حضور پیدا بکنن. در خدمت هستیم. من با تجربه‌ای که داشتم، من حدود مدتی در عراق بودم، در کردستان عراق بودم، در چین هم در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بودیم و اون تجربه بسیار بزرگی بود برای من. من فکر میکنم که یک دوره استثنایی شروع شده. سیاست جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، توسعه و تعمیق سیاست همسایگی و توسعه اقتصادی، روابط اقتصادی با کشورهای منطقه است. این یکی از سیاست‌های بسیار مهم کشور هست. در هر حال الان عراق یکی از بزرگترین شرکای تجاری ما هست و کردستان عراق. من به نظرم تجار ما یکی از اصول مهمی که باید دنبال بکنم حضور میدانی هست. یعنی بسنده به اینترنت و ارتباط اینترنتی رو نداشته باشن، باید بازاریابی رو با حضور در نمایشگاه ها در محل برن انجام بدن. حتما از توصیه‌ای که می کنم این که حتما با رایزنای اقتصادی، حتما با سفارتخونه، حتما ارتباط داشته باشن. یکی از مشکلاتی که من تو کردستان عراق از سال 92 تا 96 اونجا بودم دیدم، متاسفانه تجار ما اسیر یک افرادی میشن که تخصص ندارن، دلال هستن، دنبال سودجویی هستن. تاجر ما باید بدونه، تاجر ژاپن این کارو میکنه، تاجر چین هم میکنه، وقتی توی کشور خارجی وارد میشه اول میره سفارتخونش، اول میره اطلاعات از اونجا میگیره. باید با سفارتخونهای ما ارتباط داشته باشن، اطلاعات درست بگیرن. اگر با شرکای تجاریشون میرن ارتباط برقرار میکنن، حتما اطلاعات دقیق داشته باشن، حتما سفارت رو و رایزن اقتصادی رو از کارهای تجاری که میخوان انجام بدن داشته باشن، حتما زبان انگلیسی بلد باشن، مترجم داشته باشن. اگر این موارد رو تجار ما کاملا رعایت بکنن، با مراکز مهم، با شرکت‌های بسیار مهم، با سفارت در ارتباط باشن، از این مشکلاتی که خیلی از تجار ما تو کشورهای مختلف پیش میاد برشون، از نظر تحویل جنس، از نظر دعواهایی که وجود داره، از نظر مسائل مالی پولی، این به نظر من کاریه که الان به نظر من تجار ما باید با توجه به سیاستی که الان روابط اقتصادی ما با چین، با عربستان، با کشورهای عربی داره توسعه پیدا میکنه و منطقه امنیت اقتصادی رو داره ایجاد میکنه، امنیت برای کار فعالیت تجاری، باید تجار ما به سوی توسعه بازار و صادرات روی بیارن. اون چی که آقا تو صحبتاش ما معظم رهبری صحبت کردن، گفتن که مهار تورم و رشد تولید خروجیش صادراته. همون چیزی که شرکت شما آراد داره دنبال میکنه که بحث صادرات. من به نوبه خودم میگم و حتی مسئولین دولت سیزدهم هم همینه داره.
هر کسی که یک دلار به صادرات کشور کمک کنه، اشتغال ایجاد کنه، باید دستاشو بوسید. تجار ما باید بدونن در این مرزی قرار گرفتن، در سنگری قرار گرفتن که این سنگر، سنگر بسیار مهمیه، باید تلاش بکنن، باید بازارهای بین‌المللی. آفریقا الان بسیار مساعد هست و باید به سوی آفریقا برن، اونجا میتونن سرمایه گذاری کنن، میتونن کالا ببرن و برای ما بسته نیست. من یکی از چیزهایی که تو وزارت خارجه انجام دادیم دیپلماسی نگاهی به شهر بود. ما خب غربیا از انتقال تکنولوژی از این مسائل خیلی ما رو اذیت کردن، مشکل برای ما ایجاد کردن از انتقال پولی، ولی دنیای تجارت دنیایی نیست که بسته باشه. لذا به نظر من آسیا، کشورهای نوظهور، اقتصادهای نوظهور مثل هند، مثل چین، مثل اندونزی، مثل مالزی، اینا ظرفیت‌های بسیار بالایی دارن و باید تجار ما هم تو انتقال تکنولوژی با اینا ارتباط داشته باشن، هم روی تجارت. البته مهمترین چیز اینه که اصول تجاری بسته بندی رو رعایت بکنن، بیمه کالا رو رعایت بکنن، خدمت کنن که قیمت رقابتی باشه. به نظر من هیچ مشکلی ما از نظر تولید نداریم، از نظر صادرات نداریم. باید به دنبالی باشیم که بازارهای جهانی رو برای بحث بازار کالای ایرانی مساعد کنیم. البته تجار ما باید از شرکت‌های خدماتی که براشون بازاریابی می‌کنن حتما استفاده بکنن، از تجربیات اونها استفاده بکنن، بتونن یک رابطه بسیار خوب تجاری رو ایجاد بکنن و این باعث میشه که اقتصاد کشور، ما در شرایط الان نیاز داریم که به صورت رفاه نسبی ایجاد بکنیم، هر چقدر صادرات ما افزایش بده، تجارت خارجی ما افزایش بده، پول ملی ما افزایش پیدا کنه، اشتغال ایجاد میشه و مشکلات اقتصادی کمتر میشه. درود بر شما، سلامت باشین. در میان کلام شما داشتیم که توصیه کردیم برای آفریقا و اینکه عزیزان سفرهای متعددی رو داشتن به کنیا و خیلی از شهرهای و در واقع استانهایی که وجود داره و از دستاوردهاشون به این نتیجه رسیدن که کالاهای مختلفی ارسال بشه و صادرات داشته باشن. در بحثی که شما فرمودین اینکه خب خیلی از کسایی که دارن تجارت میکنن، فعالیت‌های اقتصادی دارن، زبان بلد بشن، این حرفه رو یاد گرفته باشن. الحمدلله ما در تیم مذاکرات بین المللمون داریم و همه جوره به سر آماده است برای صادرات، برای ارتباط گیری و موفقیت های عزیزانی که دارن با آرات تجارت میکنن و فعالیت میکنن و کار میکنن. همه اینها در واقع توصیه شما رو برچشم داریم به جهت اینکه شما روابطی رو در این سالها ایجاد کردین، رایزنی هایی رو انجام دادیم برای اقتصاد کشورم، تلاش کردیم به جهت رشد اقتصادی و همه جوره کلام شما بر دل و قلب عزیزان تاجر میشینه و همه اینها رو بر چشم داریم. جناب مهندس از شما بپرسیم که شما بفرمایید در طول این سالهایی که فعالیت کردین چقدر رشد رو دیدین و توجه خیلی از عزیزان که به این سمت و سو بیان رو صادرات کنن. در سالهایی که شما فعالیت کردین رو کار کردین و سفیر کشور ما بودین در کشورهای مختلف، اون موقع خب به جهت اینکه انقدر نوسان ها نبود، انقدر تورم نبود و گرفتاری و درد معیشت برای مردم حاکم نبود، اکثرا در واقع عزیزان فعالیت میکردن، کار میکردن. ولی از یه جایی به بعد جدیتر شد مقوله صادرات، وارد شدن ارز به کشور و همه اینها. شما بفرمایید دیدگاهتون و نظرتون در این خصوص. من طبیعتاً در سالهایی که بودم عمده درآمد کشور متوجه به شرایطی که وجود داشت در اون زمان نفت بود. بله. ما باید زمینه با توجه به مشکلات دوران جنگ به خصوص در برزیل باید حتما ما این صادرات نفتیمون رو تقویت می‌کردیم.
متاسفانه خب بیشترش نفت خام بود و چاره ای هم نبود، باید به فروش می رسید تا نیازهای اقتصادی کشور برآورده بشه. یکی از کارهای عمده ای که به هر حال در اون زمان صورت گرفت این بود که از فرصتهایی که به وجود اومد و شرایط سیاسی که ایجاد شد ما کمال استفاده رو کردیم و ضمن اینکه به هر حال فروش نفتمون رو در اون زمان تأمین کردیم، در عین حال تثبیت روابط اقتصادی و گسترش روابط سیاسی در کنار هم صورت گرفت و از طریق برزیل تمام نیازهایی که در اون زمان کشور نیاز داشت، به هر حال شرایطی بود که ما کم بوده گندم داشتیم، کم بوده شکر داشتیم، کم بوده اقلام کشاورزی دامپروری رو داشتیم، حتی در زمینه به هر حال هواپیماهای سمپاش که چند منظوره بود در اون زمان، هواپیماهای کوچیک چند منظوره سمپاش، اینا همه از برزیل به هر حال در اون زمان تأمین میشد و اونها هم یکی از گله هاشون این بود که ما از شما نفت میخریم، شما به هر حال یعنی به اندازه که ما از شما نفت میگیریم این کالاهای مورد نیازتون رو از ما نمیگیرین و بخشش رو از کشورهای دیگه آمریکای لاتین مثل آرژانتین و غیره تأمین میکنیم، در حالی که اونها از شما در اون زمان نفت نمیخرن و شما به هر حال از پولی که ما به شما به هر حال از پول خریدهای ما به اونها میدید و به هر حال بخشی از نیازاتون رو از آرژانتین تأمین میکنیم. طبیعتاً سفارتخونه ها متناسب با نیازهای کشور باید این روابط رو برقرار بکنن. در این حال ما هم هر امکانی رو داشتیم در اون زمان سفرهای تجاری رو تشویق میکردیم که بیان در اونجا مذاکره کنن و این کار هم در برزیل اتفاق افتاد، هم در قطر اتفاق افتاد و در استرالیا، همه اینها به هر حال وجود داشت. اما به هر حال با توجه به همه جوانب سطح صادرات ما به این کشورها رقم کمی رو تشکیل میداد. مثلا در مورد قطر هم همین الان خیلی روابط ما، روابط سیاسی ما بسیار گسترده است، اما روابط اقتصادی ما متاسفانه زیاد نیست. در مورد استرالیا هم همین جوره، در مورد کشور دیگه هم همین جوره. یعنی ما یکی از مهمترین کارهامون اینه که خودمون رو خوب معرفی کنیم و با معرفی خوب خودمون، با به کار بردن روش‌های خوب تجاری، روش‌های روز تجارت بین الملل، بتونیم کالاهامون رو به صورت مداوم یه بازارهایی براش ایجاد کنیم که خریدها فقط مقطعی نباشه. تداوم کار تجاری هم با رعایت اصول تجاری و با اینکه به هر حال در طرف‌های مقابل اطمینان متقابل ایجاد بشه که به همدیگه اطمینان داشته باشن و بتونن به هر حال روی قول‌ها و روی حرف‌ها و روی قراردادهایی که می‌بندن حساب کنن. ما متاسفانه اکثر تجارمون در گذشته اینجوری بود که کارهاشون به صورت تجارت‌های یک بار مصرف بود، یعنی یک بار خریدی انجام میشد و این دنباله دار نبود. به خاطر عدم رعایت های بعضی مسائل، عدم تحویل به موقع جنس، عدم
یعنی نداشتن استانداردهای لازم، کیفیت متفاوت از اون چه که ارائه شده بود و دیر رسیدن و این مشکلاتی که به وجود می آمد. به هر حال با تنظیم و تغییر این روابط و تغییر این شرایط به روابط حساب شده و دقیق، ما میتونیم به صورت تجارت پایدار این تجارت ها رو تضمین کنیم و این جز با یک کار هم کار چند جانبه میخواد، آموزش، تحقیق، پژوهش، یافتن راه های مناسب، تسهیلاتی که باید به هر حال ارائه بشه و کمک، یعنی اینجوری نباشه که به هر حال سنگ اندازی بشه، بلکه باید بهترین راه ها رو پیدا کرد و بهترین روش ها رو به کار بست تا کشور ما بتونه از ظرفیت های بزرگی که داره، به حمدالله هر یعنی استعدادهای درخشانی که ما داریم، توانهای خوب فکری که داریم و شجاعت مهندسین و پزشکان و پژوهشگران خوب ما، اینها میتونن برای ما بهترین سرمایه و بهترین امکانات رو فراهم کنن که تا کنون هم انجام شده، منتها این باید علاوه بر تأمین نیازهای داخل به خارج هم امکانش صادر بشه، امکان صادراتش باشه و امکان اینکه ارزاوری برای کشورمون داشته باشه و نیازهای پولی و ارزی کشورمون رو تأمین کنه انشالله به وجود بیاد. انشالله. خیلی محبت کردید، لطف کردید، انشالله که همیشه برقرار باشیم و ما بیشتر شما رو در آراد ببینیم و عزیزان تاجر ما بیشتر از شما استفاده بکنن، به جهت اینکه برای کشورمون نفع داره، نفع ملی است و همه عزیزان باید پای کار باشن تا صادرات اتفاق بیفته و مشکل معیشتی مردم ما حل بشه. متشکرم از شما. خواهش میکنم. خواهش میکنم. بفرمایید. هم ما الان هم همین مطلب رو اگه کشور دنبال بکنه و تجار ما تولید کننده های ما انجام بدن خیلی مهمه. اینکه حتما ما این رو، حالا کشورهای دیگه ای که اقتصادهای نوظهور بودن هم انجام دادن، تولید برای صادرات اگر انجام بگیره و شما به جای اینکه فقط برای منطقه کوچیک نمیخوای تولید بکنی، اهداف تولیدت این باشه که برای جهان میخوای تولید بکنی، پس بنابراین کیفیتت، همه چیز، اون نوآوری، کیفیت، الان تو کشوری مثل چین، کره، مالزی، اینا همه نگاه نمیکنه که برای چین میخواد تولید کنه، میگه برای دنیا دارم تولید میکنم. بنابراین یکی از فرهنگایی که توی بحث تجارت ما باید انجام بگیره و تغییر پیدا کنه، اگر این تولید با نیازهای بازارهای جهانی انجام بگیره، اینو من مطمئنتون بشم، کالای ما، الان شکلات ما، بستنی ما، لبنیات ما داره میره اروپا، داره میره آمریکای لاتین. اگر ما بتونیم این کیفیت رو، کیفیت بالایی کنیم، مشتریان خارجی رو ببینیم و این کار رو انجام بدیم، به نظر من این توان در تجار ما، در تولید کننده های ما هست که ما بتونیم بازارهای جهانی رو ببینیم. مزیت های نسبی که توی پتروشیمی داریم، توی مواد غذایی داریم، تو خوشبار داریم، اینا میتونه باعث بشه که ما از این نوآوری ها استفاده بکنیم. ولی باید حتما تجار ما در نمایشگاه ها، در بازارهای بین المللی حضور داشته باشن که بتوانن به صادرات کشور کمک. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از حضور هر دو بزرگوار. سلامت بشین. انشالله خدا حفظتون بکنه و بهترین ها براتون رقم بخوره. عزیزان بیننده سلامت بشین. شما گفتگویی رو که تماشا کردین با عزیزان دلمون بود، جناب مهندس محمود موحدی عزیز، سفیر سابق ایران
سفیر سابق کشور عزیزمون بهتر بگم در استرالیا، قطر و برزیل و همچنین در خدمت جناب آقای صالح فرد عزیزمون بودیم، رایزن اقتصادی ایران در چین، استرالیا، کره جنوبی و عراق و همچنین ایشون هم در جریان قرار گرفتیم که دبیر کمیته دریای خزر هم بودن و لطف کردن، چه صحبت‌های ارزنده‌ای ارائه شد در این گفتگو. خیلی متشکرم از لطف و تماشای شما. بفرمایید عزیزان بیننده ادامه برنامه رو تماشا بکنید، تا ساعت 22 در کنار شما و با شما خواهیم بود. بفرمایید.